توی سینمای ایران معمولا هنرپیشه ها توی شخصیتشون بلوکه میشن، یعنی مثلا اگر یکی بازی میکنه و توی نقش عصبی خوب بازی میکنه، دیگه معمولا تمام نقش دیگهش میشه عصبی، یا کارگردان تمام نقش عصبی رو به اون آدم میدن که میتونن که مثلا این جوجه نظرتون چیه در این رابطه؟ بله دقیقا همین جوریه و متاسفانه همینه دیگه، مشکل ما همینه که مردم به یه چیزی عادت میکنن، خوششون میاد، دیگه ولکن نیستن و این باعث میشه که ما هی تکرار بشیم، در یک محدودهی تکرار بشیم، تکرار بشیم انقدری که دیگه خودشون خسته میشن. این هست که ببینیم باید اجازه بدیم به بازی جان بفهم. باید اجازه بدیم به بازیگرها، اجازه بدیم، میدون بدیم که خود مثلا خودشونو در نقش‌های مختلف هم امتحان کنن، ببینن که اونجا، چون اگر اعتماد نباشه هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اعتماد اول، اعتماد ما اعتماد کارگردان هاست. یعنی من چیزم دغدغم اینه که سینمای ایران باید خودمون ببینیم که از تغییر بدمون نمیاد. وقتی ما از تغییر بدمون بیاد خب محکوم به تکرار هست. ما این مسئله رو با خودمون حل کنیم، سینماگرا حل کنن. درسته. به همین مسئله رو داشتم اشاره میکردم که البته این در واقع به مردم ربطی نداره، چون به سینماگرا ربط داره، چون اونا به هر حال میاد بیرون رو میبینن و نقشی در ساختش نداره. ولی نه ببینی، ببخشید مونو جان، به مردم، به مخاطب هم ربط داره ها، نمیگم، چون سینمای ما الان یک جوری شده فیلم نفروشه، سرمایه گذار از اول میگه که من این کار رو نمیخوام. درست. بنابراین کارگردان ها مجبورن فیلمنامه هایی رو بنویسن یا فیلمنامه هایی رو انتخاب کنند که بفروشه و همین مسئله هست توی سینما ایران. مثلا میبینیم ما یه ژانرهایی داریم، ژانرهای جدید، مثلا کمدی داره توش، اکشن داره، اجتماعی داره، درام داره، مثلا 5-6 تا چیز توشه و این استاندارد جهانی نیست. چرا؟ چون مخاطبمون اینجوریه، چون مخاطب میخواد، سرمایه گذار از این وردار فشار میاره، میگه خب من نمیدم پول وقتی نفروشه، نمیدم، مجبورن که این کارو هی تکرار کنن. درسته. بنابراین از جنبه هنری کار در واقع کاسته میشه و برای بیزینسی تقریبا میشه گفتش که پیدا کرده. دقیقا همینجور. اون طرف هم میشه گفتش که یه جورایی به هر حال این هم منطقی هست، برای اینکه به هر حال اون کسی هم که سرمایه میذاره مسلما میخواد که سرمایهش برگرده و یه توی یه اینجا بهش میگن کچ 22، توی یک دایره گیر میکنه که رو هم دیگه همه تاثیر میذاره. دقیقا همینه. و ببینید ما الان سینما ایران در 10 سال اخیر پیشرفت‌های بسیاری کرده. ما قبلا اهالی سینما در یعنی دهه 20 سال پیش، اهالی سینما و کارگردان ها آرزوشون این بود که آقا فیلمی که میسازن بره تو جشنواره ها، یا اینکه جهانی شدن سینما ایران همیشه آرزوی ما هست و از این بابته که این اتفاق البته توسط آقای فرهادی و هیئت انتخابه، از آقای فرهادی مهمتر هیئت انتخاب فیلم آقای فرهادی بود که جدای نادر از سیمین و اون روز انتخاب کردن. من ازشون واقعا تشکر میکنم و دست تک تکشون رو میبوسم، چون اون انتخاب خیلی مهمتر بود و از اون بابت هم خیلی خوب، حالم خوب بود از اون روز که این اتفاق افتاد. و همینطور میدونید به خاطر پیشرفت اینترنت، زیاد شدن جمعیت ایران، آموزش‌های گسترده، دانشگاه‌هایی که در این شاخه ها بیشتر شده، دانشگاه‌های هنر و همه به راحتی میتونن فیلم بسازن، دوربین ها پیشرفت کرده، ما با موبایل میتونیم به راحتی الان فیلم بسازیم، ولی قبلا اینا نبود.
همه اینا جمع شد دست به دست هم داد که بتونیم ما در 10 سالی که اتفاق افتاد در واقع فیلم هایی ساخته بشه که در تاریخ سینمای ایران بی نظیر بوده هستن. ما اصلا فیلم سازایی داریم که الان در دنیا حرف اول میزنن. الان جشنواره فیلم کوتاه تهران جهانی شد، ببخشید جشنواره فیلم کوتاه تهران با جایزه شاهد اسکار شد جدیدن. پارسال یه اتفاقی افتاد بعد از همون چون آقای میدونین دیگه آقای فرهادی دو تا فرصت گل داشت، دو تا فرصت گل داشت، جفتش هم گل کرد و گفتش که مردم ایران مردم جنگ طلبی نیستن و سینمای ایران هم اجازه بدید که دیده بشه. از این بابت که مردم ایران جنگ طلب نیستن، خب ما رو همه جا تروریست میدونن. این اتفاق خیلی اتفاق بزرگی بود و این آروم آروم شکل میگیره در ذهن مخاطب. تا اینکه من پارسال دیدم جشنواره فیلم کوتاه تهران در بخش خارجیش 5000 تا از سراسر دنیا فیلم کوتاه فرستاده بودن. این اتفاق بسیار بزرگه، تا حالا همچی رقمی نبوده، فیلم ها همیشه زیر 200 تا بوده، یهو 5000 تا اصلا خیلیه. خب این آروم آروم اتفاق افتاده، آروم آروم ما حرکت کردیم، قدم به قدم حرکت کردیم، رفتیم رو به جلو پیشرفتمون و از این بابت خیلی خوشحالم این اتفاق که داریم و ما باید اینو حفظ کنیم. میدونید همین راهی که ما داریم میریم رو باید حفظ کنیم، خیلی با اقتدار بریم جلو، خیلی حساب شده. این نیست که بگیم آقا آره دیگه اوکیه دیگه شدیم تموم شد، نه این نیست، تازه شروع راهه. باید اجازه بدیم که سانسورها به همون صورت قبل قرار داشته باشه. من چند وقت پیش یه نامه نوشتم برای در واقع رئیس سازمان صوت و تصویر آقای سید محمد صادقیان که ببینن در رابطه با سریال زخم کاری رو توقیف کرده بودن به خاطر همین. خب همین چیزایی که ما در سینما الان 10 سال اجازه دادن پخش بشه این چیزا، حالا بیان دوباره برگردیم سر اون داستان اول، این اتفاقا درست همین الان تأثیر نمیذاره ولی بعدها دوباره ما دوباره همون آش و همون کاسه میشه اتفاقی که قراره بیفته. پس شما به نظرتون برای این راه پیشرفت سینمایی که صورت گرفته ادامه پیدا بکنه یکی از سانسور میبینید، یعنی عدم سانسور؟ نه فعلا ببینید صرفا خود سانسور نیست، صرفا این یکی از شاخه هاشه که ما خب به یه توافقاتی رسیدن آقایون وزارت ارشاد واقعا لطف کردن. این دفعه سالها بود که یعنی واقعا آقای روحانی اینجا یه گلی رو زد. سالها ما فیلم‌های توقیفی داشتیم، اونا آزاد شدن، یه مقدار سینما ایران بازتر شد. در عین این حال که آقای فرهادی و بقیه دوستانی که در واقع بگید فیلم کارگردان همایون غنی‌زاده، نمیدونم خود رضا آقایی، علی ابدالی، اینا کارگردانایی بودن که از این طریق فیلماشون رو ساختن، در دنیا اکران شد و همه دیده شدیم و از این بابت خیلی اتفاق بزرگی داره برای سینما ایران میفته. باید اینا حفظ کنیم، اینا ما با همدلی میتونیم حفظ کنیم، ان شاء الله که اینجوری بشه.